نیروهای ارتش عراق توانستند در راستای عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف سنی‌های تندروی داعش یک پل شناور بر روی رودخانه دجله احداث کنند. این پل شناور تحت نظارت سرلشکر نجم عبدالله الجبوری فرمانده عملیات موصل ساخته شد. این پل شرق روستای حاجعلی را به غرب منطقه القیاره متصل می کند و از آن برای عبور نیروها و تجهیزات نظامی استفاده خواهد شد. این پل از موقعیتی ویژه برخوردار است، به طوری که طبق اعلام رسانه‌های عراق جنگنده‌های ارتش یک قایق بزرگ حامل بیش از 2 تن مواد منفجره که قصد نابودی این پل شناور تازه تأسیس را داشت منهدم کردند. قایق تروریست‌ها در نزدیکی روستای حاجعلی در جنوب موصل هدف قرار گرفت و نابود شد. روند پیشروی نیروهای عراق در جنوب موصل بعد از آزادسازی پایگاه هوایی القیاره در شنبه گذشته سرعت و شدت بیشتری گرفته است.